روز داوری مردم درباره کسانی که ماه هاست از بر رسیدن به کرسی ریاست جمهوری می کشند. از بامداد شنبه شهروندان کشور در بخشایی که ممکن بود پشت دروازه های مراکز رایدهی صف بستند. انتخاباتی که به گفته کمیسیون مستقل انتخابات بیش از 9,600,000 هزار تن از بر شرکت در آن نام نویسی کرده بودند. تحقق یک انتخابات سالم و عاری از تقلب و وظیفه و وجیبه دینی و ملی، مشارکت تمام مراجع زی دخل و شمول مردم با درایت و خبیر کشور هست. بیشتر شهرهای بزرگ افغانستان در این روز چهره دیگری به خود گرفتند و نیروهای امنیتی و دفاعی در بخشای کلیدی این شهرها ایستای بازرسی چند مرحله‌ای را ایجاد کرده بودند. تدابیر امنیتی که در پایتخت ویژه‌تر گرفته شده بود. تقریبا 8 ماه پیش پلان امنیتی انتخابات ترتیب شده بود و در تطبیق از یک 3 مرحله بود. در مرحله اول هیچ مشکل نداشتیم، به موفقیت سپری شد. در این روز بیشتر کسانی که از خانه هایشان بیرون می شوند هدفشان شرکت در انتخابات است. اما نند این مرد 75 ساله که اکنون از رایدهی برمی گردد. می گوید امروز حس می کند می تواند گام هایش را محکم تر از همیشه بردارد. به خاطر از اینکه یک دین است ما آمدیم که دین ادا کنیم. یک کدام چیزی ندارم. و گفته این باشنده ولایت کنر شرکتش در انتخابات پیشین ریاست جمهوری باعث شد که انگشت او را ببرند، اما وی در انتخابات کنونی هم رای داده است. اینا اعضای یکی از خانواده های استند که در این روز به گونه گروهی آماده شرکت در انتخابات هستند. رای میدیم روزی سرنوشت ساز افغانستان است. رای دادن تنها راهی است که ما میتونیم سرنوشت خود ما انتخاب کنیم. هرچند بزرگ این خانواده می گوید که حسرت رای دهی در این انتخابات به دلش خواهد ماند. نه تنها من، بلکه اینجا صدها نفر از خانم و آقایون تذکرهش استیکر نخورد برادر. نقش اساسی مردم در این روند در پای همین صندوقهای رای دهی خلاصه می شود. اما از اینجا کارهای اصلی بعدی را کمیسیونهای انتخاباتی به پیش خواهند برد. چیزی که با توجه به دوره‌های گذشته انتخاباتی آسان هم نیست و در این زمینه کافی است که جنجال‌های انتخابات پارسال مجلس را به یاد آورد.